مجمع خبرهای بسیار مهم و تازه از سقوط یک موتر و دریا در اروزگان، 8 تن جان باختند. خبرنگاران افغانستان در تبعید خواهان رهایی امید فرهادی از بند طالبان شدند. طالبان در تخار مدیر یک هتل عروسی را به دلیل پخش موسیقی بازداشت کردند. و خبر زجرکش به هواداران مارشال دوستم و خود مارشال دوستم. مشروع خبرها. منابع محلی در اروزگان میگویند که در پی سقوط یک موتر تیزرفتار از پل به دریا در این ولایت 8 تن جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. منابع گفتند که این رویداد شب گذشته ناشی از شکستن یک پل چوبی در منطقه هندوگک ولسوالی گیزاب رخ داده است. به گفته منابع، قربانیان رویداد همه مردان هستند. مسئولان محلی طالبان در اروزگان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که پیش از این هم رویدادهای مشابه در نقاط مختلف کشور از مردم قربانی گرفته بود. چند ماه پیش نیز 6 تن به شمول 4 کودک در پی سقوط یک موتر از پل به دریا در هلمند جان باخته بودند. خبرنگاران افغانستان در تبعید خواهان رهایی امید فرهادی از بند طالبان شدند. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی خواستار آزادی بدون قید و شرط حمید فرهادی روزنامه‌نگار افغان شدند. آنان روز دوشنبه با نشر بیانیه از نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها و آزادی بیان خواستند که در قبال آزادی فرهادی اقدام کنند. بر بنیاد بیانیه طالبان این خبرنگار را به 2 سال حبس محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است: همکاران ما که به دلیل خبرنگار بودن در بند طالبان به سر میبرند، باید هر چیز زودتر زمینه رهاییشان فراهم شود. این خبرنگاران تصدیق کردند که بر اساس یافته‌هایشان طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان 310 روزنامه‌نگار را بازداشت و برخی از آنان را با شدیدترین شکل ممکن شکنجه کرده است. گفتنی است که فرهادی با برادرش در سال 13 اسمبله سال جاری خودشدی از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده بود. طالبان پس از مدت برادرش را آزاد کردند، اما او تاکنون در بند این گروه است. این گروه هنوز در مورد بازداشت فرهادی چیزی نگفته است. ماه گذشته خورشیدی نیز طالبان مهدی انصاری خبرنگار افغان نیوز را در کابل بازداشت کرده بودند. به دنبال بازداشت انصاری، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. طالبان در تخار مدیر یک هتل عروسی را به دلیل پخش موسیقی بازداشت کردند. منابع محلی در تخار میگویند که ماموران امربالمعروف نظم منکر طالبان به دلیل پخش موسیقی به یک تالار عروسی یورش برده و با برهم زدن محفل مدیر هتل را با خود بردند. منابع تایید کردند که رویداد در مربوطات حوزه اول امنیتی در شهر طالقان مرکز تخار رخ داده است. به گفته منابع، به دلیل یورش طالبان به محفل مهمانان تالار عروسی را ترک کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، طالبان مدیر این هتل را به دلیل پخش موسیقی 100,000 افغانی جریمه کردند که او از پرداخت آن خودداری کرده است. منابع اضافه میکنند که او در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرد. این گروه در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. ازبکستان: گشایش راه آهن افغان‌تران سبب تعقید ترانزیت در کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد. الهام محکوموف وزیر ترانسپورت ازبکستان میگوید که گشایش کریدور راه آهن افغان‌تران سبب تعقید وضعیت ترانزیتی و روابط متقابل میان کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد. محکوموف در گفتگو با ترند که روز دوشنبه نشر شده گفته که دسترسی به بنادر پاکستان از طریق افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای ازبکستان به دریا است. به گفته وی، ازبکستان میتواند از طریق اقیانوس هند به کشورهای جنوب آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی روابط تجاری قرار کند. وزیر ترانسپورت ازبکستان تصدیق کرده است کشورهای آسیای مرکزی دسترسی مستقیم به حمل و نقل دریایی ندارند و این امر آنان را از کم هزینه ترین مسیرهای حمل و نقل دور نگه داشته است. توسعه زیرساختهای ترانزیتی یکی از وظایف کلیدی کشورهای منطقه است. به باور این مقام ازبکستانی، کشورهای آسیای میانه دارای ذخایر منابع طبیعی هستند و راه آهن افغان‌تران ابزار مهمی برای ادغام کشورهای آسیای مرکزی با اقتصاد جهان خواهد بود. گفتنی است که پروژه راه آهن افغان‌تران به اتصال ازبکستان، افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد. این در حالی است که مارشال عبدالرشید دوستم نیز گفته بود که طالبان رفتنی است و با این گروه قرارداد امضا نکنید. این در حالی است که چند ماه پیش نیز مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در دیدار با هیئت ازبکستانی گفته بود که این گروه تلاش میکند آسیای میانه و آسیای جنوبی را از طریق راه آهن و سرک با هم وصل کند. پای ملا حبت‌الله بر گلوی متقاعدان. از روزی که طالبان به قدرت برگشتانده شدند، همه مردم افغانستان به اشکال مختلف آسیب دیدند. در این میان یکی از تیپ‌هایی که از جهات مختلف آسیب را تحمل می‌کند، جامعه متقاعد افغانستان است.
این جامعه از بد و بازگشت طالبان به قدرت تا کنون نتوانسته حقوق مسلم یعنی معاش تقاعدی خود را از خزانه ملی بگیرد. طالبان که اکنون خزانه ملی را در کنترل خود دارد، در 3 سال گذشته تلاش کردند به بهانه‌های مختلف بحث پرداخت معاش متقاعدان را به حاشیه ببرند. گاه ادعا می‌کردند که مقرره جدید برای پرداخت معاشات افراد متقاعد می‌سازند که پس از تکمیل آن پرداختی‌ها تمام خواهد شد. گاه می‌گفتند که آنها یک قانون جدید برای پرداخت معاشات افراد متقاعد می‌سازند و پس از نهایی شدن آن معاش متقاعدان پرداخت خواهد شد. زمان هم گفتند که طرحی را برای پرداخت معاش این افراد به ملا حبت الله در قندهار فرستانده و منتظرند او فرمان یا حکم در این مورد صادر کند. حتی بار ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که مشکلات حقوقی پرداخت مستمری حل شده و به زودی حقوق آنها داده خواهد شد. با این حال در نهایت ملا حبت الله در برج حمل امسال فرمان مبنی بر لغو نظام تقاعدی صادر کرد، هرچند در فرمان به صورت مستقیم ذکر نشده که نظام تقاعدی لغو شد. اما ملا عبدالله گفته است که از ماه عمل 1403 به بعد از معاش کارمندان نظامی و غیر نظامی وجه بینان تقاعد کسر نشود. معنای ضمنی این فرمان همان لغو نظام تقاعدی است. طالبان اگر از آغاز حاکمیت مجدد خود بر کشور معاش تقاعدی را پرداخت نکرده بودند، با این فرمان امید افراد متقاعد را با اسم بدل کردند و آنها را از حق مسلم و قانونشان محروم ساختند. ملا حبت الله در فرمان خود هیچ دلیل برای لغو نظام تقاعدی و این که چرا پس از این از معاش کارمندان وجه بینان پول تقاعدی برداشته نشود ارائه نکرده، اما پیش از آن برخی ملاها این گروه بحث شرعی بودن یا نبودن تقاعد را مطرح کرده بودند. به همین دلیل چند مفتی این گروه وارد اقدام شده و طرحی را برای بررسی شرعی بودن یا نبودن آن به کابینه طالبان فرستاده بودند. کابینه طالبان آن طرح را برای توشیح به ملا عبدالله در قندهار فرستاد، اما پس از انتظار طولانی به جای توشیح آن فرمان ملا عبدالله در مورد لغو نظام تقاعدی صادر شد. اگر طالبان دلیل برای این اقدام ظالمانه خود ارائه کنند، حتما جدیت مجهول خواهد بود که با آن برای غیر شرعی بودن معاش تقاعد استناد خواهد شد. در غیر آن هیچ دلیل و برهان منطقی نمیتواند در پیش این اقدام ظالمانه قرار داشته باشد. طالبان همه حرکات و سکنات مردم را با مقیاس شریعت اندازه‌گیری میکنند و خوانش آنها از شرح نیز به شدت تندروانه است. به خودشان به همان شریعت که زیر نام آن بر مردم ظلم روا میدارند پابندی اندک هم ندارند. تبعیض و تعصب، تجاوز جنسی، گروگانگیری، کوچ اجباری، زورگیری، کشتار افراد بیگناه و غیره همه روزه از سوی طالبان انتقاب می‌یابد، در حالی که هم حق و منطق مخالف آن است و هم شریعت بر احتراز از آنها تأکید جدی دارد. متقاعدان که از فقر مضاعف رنج میبرند مجبور شدند به جاده بیایند و یک بار دیگر خواستار احقاق حقوق خود شوند. طالبان اما مثل همیشه با معترضان با خشونت رفتار میکنند و به خواست آنها ترتیب اثر نمیدهند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.